بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی فراگیران محترم. من میلاد کریمی هستم، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه تهران و خیلی خوشحالم که با دوره آموزشی اصول مدیریت، مرور و حل تست کنکور ارشد در خدمت شما هستم. ما در این دوره آموزشی قصد داریم مطالب مربوط به اصول مدیریت، مطالب مربوط به مبانی سازمان و مدیریت رو با رویکرد نکته و تست خدمت شما عرض بکنیم. بنابراین در این دوره آموزشی ما هدف و قصدمون توضیحات مفصل مطالب نیست. در این دوره آموزشی ما میخواییم یک مرور، جمع‌بندی و نکته و تستی داشته باشیم نسبت به منابع درس مبانی سازمان و مدیریت که در اسلاید بعدی خدمتتون معرفی خواهم کرد. پس پیش‌فرض من در این دوره آموزشی این هستش که شما حداقل یکی از منابع اصلی درس اصول مدیریت یا مبانی سازمان و مدیریت رو مطالعه کرده باشید. ما در این دوره آموزشی صرفاً مبانی سازمان و مدیریت رو درس میدیم، اصول مدیریت رو درس میدیم. به مطالب مربوط به رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل سیستم ها نمی پردازیم. دوره آموزشی ما صرفاً حول محور اصول مدیریت یا مبانی سازمان و مدیریت هستش. خب اگر اجازه بدید بریم یک معرفی داشته باشیم نسبت به منابع اصلی درس اصول مدیریت. اسلایدی که ملاحظه می‌فرمایید و تصاویری که مشاهده می‌کنید منابع اصلی درس اصول مدیریت یا مبانی سازمان و مدیریت هستش. کامل‌ترین، بروزترین منبعی رو که می‌تونم خدمتتون معرفی بکنم که البته بیشتر برای کنکور سطح دکتری استفاده میشه، کتاب مبانی سازمان و مدیریت استاد خوبم جناب آقای دکتر مقیمی هستش. در این دوره آموزشی محور کار ما کتاب مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت دکتر رضاییان هستش. هر دوی این کتاب ها، مبانی سازمان و مدیریت و اصول مدیریت، که هر دو نوشته دکتر رضاییان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، انتشارات سمت، پیشفرض و منبع اصلی ما در این دوره آموزشی هستش. کتاب مدیریت عمومی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر الوانی رو داریم، نشر نی به عنوان یکی از منابع اصلی درس اصول مدیریت. کتاب تئوری سازمان آقای استیفن رابینز ترجمه دکتر الوانی و دکتر دانایی فرهنگ یکی از منابع اصلی هستش. کتاب نظریه سازمان، البته منابعی که این پایین اومده مخصوصا این سه تا کتاب بیشتر در سطح دکتری استفاده میشه و این کتاب. ما میتونیم برای مقطع ارشد این 4 تا کتاب رو معرفی بکنیم: مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت عمومی، اصول مدیریت و تئوری سازمان. و اگر بخواید دیگه خیالتون خیلی راحت تر باشه، کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیم. کتاب نظریه سازمان خانم جوهش رو داریم، ترجمه دکتر دانایی فرد. کتاب تئوری و طراحی سازمان آقای دفت رو داریم، ترجمه دکتر پارساییان و دکتر اعرابی. کتاب سازمان‌ها، سیستم‌های اقلای طبیعی و باز رو داریم، نوشته آقای ریچارد اسکات، ترجمه دکتر میرزایی اهرنجانی. که این کتاب فوق‌العاده کتاب سنگینی هم هستش، در همون مقطع دکتری هم بحث میشه، و 2 تا کتاب دیگه. بنابراین پیش‌فرض من در این دوره آموزشی این هستش که شما حداقل یا این کتاب یا این کتاب یا این کتاب و یا این کتاب رو مطالعه کرده باشید که ما بخوایم یک مرور، جمع‌بندی و نکته و تستی رو خدمتتون ارائه بدیم. پس اگر اجازه بدید وارد بحث اصلیمون بشیم. توی این اسلاید میخوایم یک تعریفی داشته باشیم نسبت به واژه مدیریت یا منیجمنت. دوستان، هر صاحب نظری، هر اندیشمندی نسبت به اون دیدگاه خودش اومده مدیریت رو تعریف کرده. بعضیا تو تعریف مدیریت اومدن مثلا بهره‌وری رو ملاک کار خودشون مد نظرشون قرار دادن. بعضی اومدن انسان مداری رو مد نظر خودشون قرار دادن. بعضی اومدن مدیریت رو مثلا مترادف با تصمیم گیری، مترادف با همون اداره کردن در نظر گرفتن. یه سری اومدن مدیریت رو حول محور رهبری تعریف کردن. و قسطل هازان. اما اگر ما بخوایم یک تعریف جامعی رو ارائه بکنیم، مدیریت فرایند یا فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد.
مؤثر و کارآمد. کارآمد چی؟ منابع مادی و انسانی. در راستای چی؟ از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل هستش. برای چی؟ برای اینکه سازمان به اهداف خودش دستیابی پیدا بکنه و بر اساس یک نظام ارزشی و فرهنگ سازمانی جلو بره. بنابراین مدیریت یک سلسله مراحل با توجه به این واژه فرایند یا فراگردی که تو کتب مختلف مطرح شده، مدیریت شامل مراحل مختلف هستش. ما میایم از منابع مادی و انسانی که یکی از وجوه سازمان ها هستش، چون ما میگیم تمامی سازمان ها که مدیریت هم میاد در سازمان نماد و بروز و جلوه پیدا میکنه، یه سری وجوه مشترک دارن، مثلا منابع مادی، منابع فیزیکی، منابع مالی، منابع اطلاعاتی، تجهیزات، منابع فیزیکی. اما مدیریت باید بیاد از این منابع مادی و مهمترین منبع، منابع انسانی، به صورت اثر بخش و کارا استفاده بکنه. مفاهیم اثر بخشی و کارایی رو تو اسلایدهای آخر همین فصل خدمتتون معرفی میکنم. بیاد استفاده بکنه، منتها در طول این استفاده از این منابع باید چه کار بکنه؟ وظایف مدیریتی اینجا مطرح میشه. باید برنامه ریزی داشته باشه، سازماندهی داشته باشه، بسیج منابع و امکانات داشته باشه، هدایت و کنترل داشته باشه که چی بشه؟ که به اون اهداف سازمانی بر اساس اون نظام مورد قبول جامعه، فرهنگ سازمانی دست پیدا بکنه. پس این تعریف مدیریت یا منیجمنت هستش. آقای پیتر دراکر، پدر مدیریت نوین دنیا، در مورد مدیریت میگه که عضو اصلی و حیات بخش هر سازمان مدیریته. سازمانی که مدیریت نداشته باشه محکوم به فناست. خیلی از صاحب نظرها، خیلی از اندیشمنده اومدن دلیل موفقیت یا شکست خیلی از سازمانها رو همین تفاوت در مدیریت، تفاوت در انجام همین وظایف دونستن. پس این تعریف مدیریت هسته. چند تا نکته مهم در تعریف بود که خدمتون عرض کردم. بریم سراغ اسلاید بعدی. توی این اسلاید میخواییم در مورد سطوح مدیریت، مهارت‌های مدیران و رابطه بین اونها صحبت بکنیم و بعد بریم چند تا تست رو حل بکنیم. خب، اسلایدی که ملاحظه میفرمایید Management Level and Skills هست. Management Level سطوح مدیریت رو اینجا نمایش دادیم. به طور کلی ما میتونیم بگیم سه سطح مدیریتی داریم. سطوح مدیران شامل سه سطح هستش. اولین سطح، سطح اپریشنال منیجمنت یا مدیران عملیاتی، سطح مدیریت عملیاتی هستش. خب همونطور که توی شکل هم ملاحظه می‌فرمایید، مدیران عملیاتی پایین‌ترین سطح مدیریت هستش و از اونجایی که خب ملاحظه می‌فرمایید دیگه سطحش از بقیه سطوح گسترده‌تر و وسیع‌تر هستش، نشون دهنده این نکته هستش که تعداد مدیران عملیاتی خیلی بیشتر از مدیران سطوح بالایی هستش. پس بیشترین مدیران در سطح مدیران عملیاتی هستش. حالا این مدیران عملیاتی کیا هستن؟ مدیران عملیاتی یا operational management مدیرانی هستن که به طور مستقیم توی اون ارائه محصول، ارائه اون کالا یا خدمت و اون ارباب رجوع دخیلن، دخالت دارن. عناوین مختلفی هم به اینا اختصاص داده میشه، مثلا همین سوپروایزر، مثلا سرپرست، مدیر صف، مدیر مثلا همین عملیاتی، رئیس اداره، مدیر واحد. اینا مدیران عملیاتی مدیرایی هستن که خیلی هم پرمشغلن، سرشون خیلی شلوغه، نهایتاً 7-10 نفر کارمند زیر دستشون هسته، شاید هم کمتر، و درگیر کارهای عملیاتی هستن، درگیر و نظارت دارن روی کسایی که توی خط مقدم تولید، توی خط مقدم ارائه خدمت دارن کار میکنن. خب مدیران عملیاتی از نظر وظایف هم مثل مدیران سطوح بالایی هستن. اون بحث برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، کنترل توی تمامی سطوح مصداق پیدا میکنه. اما مدیران عملیاتی مدیرانی هستن که بیشتر صرف کارهای عملیاتی و کوتاه مدت میشن.
بیشتر صرف کارهایی میشن که خروجی و نماد و بروز خروجی و عینیت داره. خروجی نظارت این مدیران ملموس هستش. پس مدیران عملیاتی اگرچه باید وظایف مدیریتی هم انجام بدن، گفتم مثل برنامه‌ریزی و سازماندهی اینا، ولی افق زمانیشون کوتاه مدته. چرا؟ چون درگیر یه سری کارهای روتین و پرمشغله هستن، کارهایی که روزمره است، براشون کاملا تعریف شده. این مدیران عملیاتی بیشتر دارن حول مسائل آنی کار میکنن نه آتی. مدیران عملیاتی دارن روی مسائل آنی تمرکز و کار میکنن، خیلی کار به آینده ندارن، تأکیدشون روی مباحث کوتاه مدت هستش. سطح بعدی مدیریت میدل منیجمنت یا مدیران میانی هستش. خب همونطور که تو شکل هم مشخص هستش، مدیران میانی مدیرانی هستن که رابط و واسطه بین مدیران عملیاتی و مدیران سطح عالی هستن. این مدیران میانی هستن که میان بین این سرپرستا و این مدیران عالی ارتباط برقرار میکنن. پس با این اوصاف وظیفه اصلی مدیران میانی چیه؟ یک ایجاد هماهنگی بین سطوح مختلف، یک تنظیم روابط تو سطوح مختلف سازمان وظیفه اساسی این مدیرها هستش. مثلا مدیران کل تو این صد قرار میگیرن. شما یک سازمان رو تصور بکنید، به عنوان مثال رئیس اداره حسابداریش میاد توی این صد قرار میگیره، مثلا مدیر مالی یا زی حسابش میاد توی این صد قرار میگیره. پس هر مدیر میانی میتونه چند تا سرپرست، چند تا رئیس اداره رو تحت نظر داشته باشه و روشون نظارت داشته باشه و پوشش بده. پس بیشتر کار مدیران میانی مدیریت و نظارت بر این مدیران عملیاتی یا سرپرست ها هستش. حالا با دوستان مثلا افزایش استفاده از هوش مصنوعی، افزایش قابلیت های فناوری اطلاعات، این سطح مدیریت ممکنه کمتر و کمتر بشه. مثلا ما بگیم که خب مدیر اضافی ایجاد نکنیم، واسطه ایجاد نکنیم، این مدیران حذف بشن، مستقیما این مدیران با این مدیران در ارتباط باشن، مدیران عالی با مدیران عملیاتی. ولی خب از اون طرف ما اهمیت تیم سازی، اهمیت روابط و رسیدن به اون خروجی پروژه ها رو وقتی مطرح میکنیم، باز اهمیت این سطح میاد مطرح میشه و حذف اون به طور کلی کنار گذاشته میشه. بنابراین مدیران میانی برای ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط در داخل سازمان خیلی هم نقششون مهم و برجسته هست. میریم سطح بعدی مدیریت، تاپ منیجمنت یا مدیران عالی. مدیران سطح عالی رو داریم. خب همونطور که از این قسمت کوچیک هم مشاهده میفرمایید، تعداد مدیران عالی میتونه یکی یا دو تا باشه و تعدادشون نسبت به مدیران سایر سطوح بسیار کمتر هستش. کمترین تعداد مدیران در سطح مدیران عالی، بیشترین تعداد مدیران در سطح مدیران عملیاتی هستش. مدیران عالی یا تاپ منیجمنت مدیرانی هستند که در همونطور که ملاحظه می‌فرمایید رأس هرم سازمان، رأس سلسله مراتب سازمان هستند. اینا بیشتر وظیفه‌شون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری‌های بلند مدت هستش. یعنی اینا هر چقدر که روی مسائل کوتاه مدت و مسائل روتین و تکراری تمرکز می‌کردن، این مدیران وظیفه‌شون برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آتی هستش، روی آینده فکر می‌کنن. کارهاشون روتین و تعریف شده و تکراری نیست و این سطح از مدیریت هستش که با مدیران همسطح خودشون، با شرکا، با اعضای هیئت مدیره، با مدیران ارشد سایر سازمان‌ها اینا میان ارتباط می‌گیرن. در واقع این مدیران عالی هستن که مثلا رئیس یک سازمان، معرف یک سازمان هستش. مثلا ما وزیر علوم رو می‌شناسیم، ایشون معرف مثلا یه وزارتخونه هستش. اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، اینا میان توی این سطح قرار میگیرن. پس بیشتر کار مدیران عالی برقراری ارتباط با سایر سازمان های بیرونی و برنامه‌ریزی و تصمیم گیری های اصلی،
کار مدیریت استراتژیک رو اینا انجام میدن، برنامه ریزی های راهبردی دارن و تصمیم گیری هایی که آتی مربوط میشه به آینده سازمان. خب این از سطوح مدیریت. حالا بیایم مهارت های مدیریت رو معرفی بکنیم. خب مهارت های مدیران به چه قابلیت هایی نیاز دارن؟ به طور کلی ما میتونیم مهارت های مدیران رو هم به سه سطح مختلف تقسیم بکنیم. اولین و پایین ترین سطح مهارت های مدیران تکنیکال اسکیلز یا مهارت های فنی یا تخصصی هستش. مهارت های فنی مهارت هایی هستن که مثلا یک مدیری این قابلیت رو داشته باشه که از یک ماشینی استفاده بکنه، اونو راه بندازه. پس مهارت های فنی مهارت های تخصصی هستن، مهارت های به کارگیری اون علوم و دانش و اطلاعات افراد، مهارتی هستش که مربوط میشه به اون فوتوفنا، تکنیک ها، روش ها، استراتژی ها. و مثلا میگم مثال بارزش راه اندازی تجهیزات برای مثلا انجام کارها، این میشه مهارت های فنی یا تخصصی. سطح بعدی مهارت ها مهارت های انسانی هستش، human skills، مهارت برقراری ارتباط یا توانایی کار کردن با آدم ها هستش. و بالاترین سطح از مهارت های مدیران مهارت های ادراکی، conceptual skills هستش، که این مهارت داره اشاره میکنه به اون قابلیت های درک مسائل، درک پیچیدگی ها، اون نگاه جامع به کل سازمان و محیط، تشخیص اون موقعیت ها، تشخیص اون چشمنداز ها و جایگاه و عملکرد کل سازمان. یک مهارت فوق‌العاده سطح بالا و ذهنی و فکری هسته. اگر بخوام مثلا برای هر سطح یه مثالی بزنم، اون بصیرتی که مدیر نیاز داره، اون نگاه جامع، اون فکری که برای آینده، بلند نظری، نگاهی که به چشمنداز و بیانیه مأموریت سازمان داره یک مدیر، میشه مهارت ادراکی. خب با این اوصاف کدوم یکی از مدیران به مهارت ادراکی بیشتر نیاز داره؟ همونطور که تو شکل ملاحظه میفرمایید، این مهارت بیشتر مورد نیاز مدیران سطح عالی هست. اگر بخوایم یک مثال برای مهارت انسانی بزنیم، گفتیم مهارت انسانی یعنی توانایی کار کردن با دیگران، توانایی و قابلیت برقراری ارتباط، مثلا ایجاد هماهنگی ها، تنظیم روابط میشه جز این مهارت، جز این سطح. پس کدوم یکی از مدیران بیشتر بهش نیاز داره؟ مدیران سطح میانی با توجه به اون معرفی و وظایفشون به این سطح از مهارت بیشتر نیاز دارن. اگر بخوایم یک مثال برای مهارت‌های سطح فنی بزنیم یا تخصصی، مثلا گفتم راه اندازی تجهیزات، تولید کالاها، ارائه خدمات، اینا جزء مهارت‌های فنی و تخصصی میشه که بیشتر مد نظر مدیران عملیاتی هستش. پس همونطور که تو شکل ملاحظه می‌فرمایید، یک مدیر عملیاتی بیشتر از همه به مهارت‌های فنی نیاز داره و از همه کمتر به مهارت‌های ادراکی. یک مدیر عالی بیشتر از همه به مهارت‌های ادراکی نیاز داره، یه مقدار خیلی کمی به مهارت‌های فنی. اما یه نکته، از اونجایی که ما گفتیم human skills مهارت‌های انسانی یعنی توانایی کار کردن با دیگران، برقراری روابط، ایجاد هماهنگی هستش و همه سطوح مدیریت به این مهارت نیاز دارن، در نتیجه تنها مهارتی که بین تمام سطوح مدیران به یک اندازه هستش و برابره و همه سطوح به اون نیاز دارن، مهارت‌های انسانی و رفتاری هستش. چه مدیر عالی، چه مدیر میانی و چه مدیر عملیاتی، همگی به مهارت‌های انسانی نیاز دارن، چون باید با آدم‌های مختلف ارتباط برقرار بکنن، باید با انسان‌های مختلف کار بکنن، هماهنگ بشن، رابطه داشته باشن که به اون اهدافشون دست پیدا بکنن، کار جلو بره. پس مهارت‌های انسانی بین تمام مدیران به یک سطح و به یک اندازه تقسیم میشه. خب حالا یه تست با هم حل بکنیم. صورت سوال میگه که مهارت و قدرت درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سازمان را مهارت چی مینامند؟
ادراکی، انسانی، فنی، مدیریتی. خب گزینه دال که رد میشه. ما مهارت مدیریتی نداشتیم. گفتیم ما به طور کلی سه سطح مهارت داریم، یا ادراکی، یا انسانی، یا فنی. یه دو سه تا کلید واژه، دو سه تا عبارت تابلو تو صورت سوال اومده که جواب رو براتون مشخص میکنه. زمانی که میگه درک، اولا گفتیم اون مهارتی که ادراکی، انتزاعی، فکریه، میشه اون بالاترین سطح مهارت. اون مهارتی که مربوط میشه به کل سازمان میشه مهارت ادراکی. اون مهارتی که مربوط میشه به ارزیابی موقعیت، ارزیابی عملکرد سازمان میشه مهارت ادراکی. پس جواب گزینه الف هستش. مهارت ادراکی گفتیم اون مهارتی هستش که باعث درک پیچیدگی ها، درک اون موقعیت و جایگاه و اون ارزیابی عملکرد برای کل سازمان میشه. مثلا سیاست گذاری ها، خط مشی گذاری ها، مدیریت استراتژیک، اون بصیرت، اون نگاه آتی و استراتژیکی که ما داشته باشیم، بتونیم یک سیاست گذاری کلان داشته باشیم، اشاره میکنه به مهارت های ادراکی. بریم تست بعدی. تست بعدی میگه که سهم کدام یک از مهارت های زیر در سطوح مختلف مدیریت عالی، میانی و عملیاتی مشترک و یکسان است. کدوم مهارت بین همه مشترک و یکسان هستش؟ ادراکی، انسانی، فنی، هدف گذاری. خب گزینه دال که رد میشه، اصلا ما مهارت هدف گذاری نداشتیم. بودیم سه سطح مهارت داریم: ادراکی، انسانی، فنی. مهارت ادراکی مربوط میشد به مدیران عالی، مهارت انسانی مربوط میشد به مدیران میانی، مهارت فنی هم مربوط میشد به مدیران عملیاتی. اما اون مهارتی که به طور جدی بین تمامی سطوح مدیران مشترک و یکسان بود، گزینه ب، یعنی مهارت‌های انسانی هستش. پس جواب گزینه ب هستش. گفتیم مهارت‌های انسانی یعنی توانایی کار کردن با دیگران، برقراری روابط با انسان‌ها و آدم‌های مختلف. این سطح از مهارت بین تمامی سطوح مدیریت یکسان هستش. خب بریم سراغ ادامه مطالبمون. و اما بحث وظایف مدیران. ببینید دوستان، به طور کلی، به طور عام، وظایف مدیران شکلی هستش که در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. وظایف اصلی و عمومی مدیران شامل پلنینگ، برنامه‌ریزی، ارگنایزینگ، سازماندهی، استافینگ، همون بسیج منابع، بکارگیری، دایرکتینگ، هدایت و کنترلینگ، کنترل و نظارت هستش. اینا وظایف اساسی و عمومی مدیریت و مدیران در هر سطحی میخواد باشه، چه مدیران عالی، چه مدیران میانی و چه مدیران عملیاتی. اینا وظایف عمومی و کلیشون هستش. حالا مثلا هر صاحب نظری، هر اندیشمندی از دیدگاه خودش با توجه به معلومات خودش اومده یک سری وظایفی رو برای مدیران مطرح کرده. مثلا هنری فایول، پدر مدیریت اداری که ما تو فصل دوم معرفیش میکنیم، میاد اینا رو یکم بازی با کلمات انجام میده. میگه وظایف اصلی مدیریت از دیدگاه هنری فایول مثلا برنامه‌ریزی هست، سازماندهی هست، دیگه به جای این بحث فرماندهی رو مطرح میکنه، به جای این هدایت هماهنگی رو میگه و کنترل. هر صاحب نظری، هر اندیشمندی از دیدگاه خودش یک سری وظایفی رو برای مدیران تعریف کرده، اما وظایف اصلی اینا هستش. حالا این وظایفی که از نظر هنری فایول گفتم رو باز ما تو فصل دوم مرور میکنیم. اما یه تقسیم بندی رو داریم از منظر ارویک و گیولیک. اومدن وظایف مدیران رو به 7 دسته تقسیم کردن. از حرف اول این وظایف واژه پست کورب تشکیل شده. پی مخفف پلنینگ یا برنامه‌ریزی هستش، بحث ارگنایزینگ یا سازماندهی، استافینگ بحث بکارگیری یا کارگزینی، دایرکتینگ بحث هدایت هستش، سی او او برای کوردینیشن یا هماهنگی هستش، آر مخفف ریپورتینگ هستش یعنی گزارش دهی، و بی ام مخفف بودجتینگ یا بودجه بندی هستش. پس از منظر ارویک و گیولیک ما 7 تا وظیفه برای مدیریت داریم: برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، بحث هدایت،
هماهنگی، گزارش دهی و بودجه بندی. این وظایف مدیران هستش. حالا چند تا نکته. ببینید دوستان، اهمیت برخی از این وظایف تو سطوح مختلف فرق میکنه. ما گفتیم سطوح مختلف مدیران باید این وظایف رو داشته باشن. یعنی اینطوری نیست که بگیم مدیر عالی نیاز به مثلا بکارگیری نداره، نیاز به هدایت نداره. اهمیت اینها در سطوح مختلف فرق میکنه. مثلا مدیران عالی بیشتر وقتشون صرف همین برنامه ریزی میشه، صرف همین سازماندهی میشه. مدیران میانی بیشتر وقتشون صرف همین بکارگیری و هدایت و هماهنگی میشه. مدیران عملیاتی بیشتر وقتشون صرف همین هدایت و کنترل و نظارت میشه. پس بسته به اون سطح مدیریت اهمیت این وظایف هم فرق میکنه. اگر بخوام به یه صورت دیگه خدمتون عرض بکنم، ما هر چقدر به سطوح عالی سازمان نزدیک میشیم بیشتر به وظیفه برنامه ریزی میرسیم. یعنی هر چقدر در هرم سازمانی بریم به سمت رأس، به سمت مدیران عالی، اهمیت برنامه ریزی بیشتر میشه. هر چقدر بیایم به سمت پایین هرم سازمانی، یعنی بیایم به سمت مدیران عملیاتی، اهمیت کنترل و نظارت بیشتر میشه. این دیگه بسته به اون اختزاعات وظایف و شرایط سازمانی داره. یه نکته دیگه ای هم که مهمه دوستان، محتوای وظایف هم با توجه به سطوح مدیران فرق میکنه. مثلا سازماندهی رو ما اگر بخوایم در سطح مدیران عالی مطرح بکنیم، خب یک مدیر عالی بحث سازماندهیش میشه طراحی کل ساختار سازمان، با ساختار کل سازمان طرف هستش یک مدیر عالی. ولی اگر همین سازماندهی رو برای مدیران عملیاتی بخوایم پیاده بکنیم، خب نهایت یک تجزیه و تحلیل شغل، یک طراحی مشاغل برای همون افراد، شرح شغلی، شرح وظایفی برای همون افراد واحد و اداره خودشون هستش. پس محتوای وظایف هم با توجه به سطح مدیریت فرق میکنه. اینطوری نیست که یک کاری که مدیر عالی برای سازماندهی انجام میده با یک کاری که همون مدیر عملیاتی برای سازماندهی انجام میده یکی باشه. با توجه به سطوح مدیریت محتوای وظایف فرق میکنه. و نکته آخرم که بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر شما سوال بپرسید که آقا بین وظایف مدیران کدوم یکی از همه مهمتره، ما اگر بخوایم یک اولویت بندی انجام بدیم، اول از همه که میگیم آقا وظایف مدیران قابل انکار و قابل تفکیک نیست، به طور کلی یک مدیر باید این وظایف و کارها را انجام بده. ولی اگر بخوایم اولویت بکنیم، اولین وظیفه و مهمترین وظیفه یک مدیر بحث پلنینگ و برنامه‌ریزی هستش. اما وظایف مدیران با هم ارتباط دارن، از هم جدا شدنی نیستن. مثلا برنامه‌ریزی و کنترل رابطه تنگاتنگی با هم دارن، ولی اولین اولویت شالوده وظایف مدیران بحث پلنینگ و برنامه ریزی هستش. بریم سراغ اسلاید بعدیمون. و اما اسلاید نقش‌های مدیران از دیدگاه آقای مینزبرگ، که اسلاید بسیار مهمی هم هستش. آقای مینزبرگ میاد نقش‌های دهگانه برای مدیران رو در سه قالب کلی مطرح میکنه: نقش‌های بین شخصی یا میان فردی یا متقابل شخصی، نقش‌های اینترپرسونال رولز یا نقش‌های ارتباطی هم بهشون میگن، که زمینه ساز نقش‌های اینفورمیشنال یا اطلاعاتی هستن و نقش‌های اطلاعاتی زمینه ساز نقش‌های دیسیشنال، تصمیم گیری هستن. حالا هر کدوم رو خدمتتون معرفی میکنم. نقش‌های اینترپرسونال به چه معنی هستش؟ نقش‌های میان فردی یا ارتباطی یا متقابل شخصی رو میگن. اینترپرسونال بین افراد، یعنی نقش‌هایی هستش که به خاطر اون اختیارات رسمی، به خاطر اون جایگاه و مقام و منصبی که مدیر توی یه سازمان داره ایجاد میشه. در سه مفهوم، در سه نقش میاد خودش رو نشون میده. نقش‌های فیگور هید به معنی نقش تشریفاتی هستش. نقش های تشریفاتی قائل بر این هستش که شخص مدیر بالاخره به عنوان معرف یک سازمان باید یک سری نقش های
تشریفاتی داشته باشه، تو یک سری مراسمات شرکت بکنه، یک سری آداب و رسومی رو رعایت بکنه، با یک سری مقامات ملاقات و نشست و برخاست داشته باشه. پس این داره یک ارتباطی رو نشون میده که از مدیر داره انتظار میره. پس در واقع نقش‌های میان فردی داره روابط بین افراد برای مدیر رو مطرح میکنه که میاد تو نقش تشریفاتی خلاصه میشه. نقش تشریفاتی پس به عبارتی گفتیم داره وظایف و نقش‌هایی که از مدیر داره انتظار میره، که به عنوان مثال مثلا فرد مدیر تو مراسم ترحیم مثلا فامیل درجه یک یکی از کارمنداش بره شرکت بکنه، به این میگیم نقش تشریفاتی. یا مثلا برای ازدواج یکی از کارمندای خودش یک هدیه یک وامی رو بیاد بهش کادو بده، این میشه نقش تشریفاتی، نقشی که بالاخره به خاطر اون جایگاه از مدیر انتظار میره. نقش بعدی نقش لیدر یا رهبر هستش. تو نقش رهبری بالاخره ما میگیم که مدیر با استفاده از این نقشش سعی میکنه تو کارمندانش، تو زیر دستان خودش یک نفوذی رو داشته باشه، روی اونها تأثیر بذاره و همینطور به اونها آموزش بده، به اونها انگیزه بده تا در راستای رسیدن به اون اهدافشون حرکت بکنن. نقش بعدی لیژن هستش، به معنی رابط، یعنی داره همون روابط بین فردی و برای مدیر توصیف میکنه، منتها اینجا ارتباطی که مدیر با همکاران خودش و با افراد برون سازمانی، افراد بیرون از سازمان داره برقرار میکنه. این هم یکی از نقشایی هستش که بین افراد، بین اشخاص هستش و از مدیر انتظار میره. و حالا اومدم مثلا یه آماری دادن، گفتن که مدیران یک سازمان ها مخصوصا مدیران عالی کمترین وقت خودشون رو مثلا صرف ارتباط با همردیفان خودشون و بیشترین وقت خودشون رو صرف ارتباط با اون کارمندان و زیردستان خودشون میکنه. این یه آماری هستش که حالا بعضی ها دارن. خب نکته ای که مهم بود این بود که ما گفتیم نقش‌های اینترپرسونال متقابل شخصی زمینه ساز و ایجاد کننده نقش‌های اینفورمیشنال یا اطلاعاتی هستش. نقش‌های اینفورمیشنال یا اطلاعاتی بالاخره میگه که یک مدیر به دلیل اون جایگاهی که توش قرار داره یک سری اطلاعاتی بهش داده میشه و خودش هم به خاطر اون جایگاهی که توش هست باید یک سری اطلاعاتی رو منتشر بکنه. پس به طور کلی این نقش ها روی چگونگی دریافت، چگونگی پخش و نشر و پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی هستش که مدیر باید اونها رو انجام بده. اولین نقش از نقش های اطلاعاتی بحث مانیتور یا گیرنده یا پایش کننده هستش. میگه که آقا مدیر برای اون بالاخره دریافت اطلاعاتش باید اون محیط اطراف خودش رو کنکاش بکنه، بررسی بکنه و یه سری اطلاعاتی رو به دست بیاره و برای هرچه بهتر شدن شرایط سازمان خودش از اطلاعات مفید، از ایده های جدید استقبال بکنه، اونها رو اجرایی بکنه. پس مانیتور داره روی رصد کردن، روی پایش کردن، روی تحریک اون شاخک ها و گیرنده های مدیر داره تاکید میکنه. نقش بعدی نقش دیسامینیتر، نقش اشاعه دهنده بهش میگن یا نشر دهنده. توی این نقش ما میگیم که مدیر باید یه سری اطلاعاتی رو به زیر دستان خودش ارائه بکنه، مثلا توی جلسات، توی همایش ها باید یه سری اطلاعاتی رو، یه سری گزارشاتی رو بده. این نقش اشاعه دهنده یا نشر دهنده باعث میشه که یک ارتباط ساده بین افراد سازمان با اون شخص مدیر برقرار بشه. پس در واقع زمانی که اون زیردستان، اون کارمندان جز نمیتونن به راحتی با اون مافوق و رؤسای عالی رتبه خودشون ارتباط برقرار بکنن، این نقش اشاعه دهنده خیلی ارزش و اهمیت پیدا میکنه. نقش بعدی نقش سخنگو هستش. توی این نقش ما گفتیم رئیس، مدیر میاد یه سری اطلاعاتی رو به زیردستان خودش ارائه میکنه، ولی توی نقش سخنگو مدیر میاد یک سری اطلاعاتی رو به افراد برون سازمانی
و یک سری افرادی که همردیف و همرده خودش هستن ارائه میکنه. مثلا یک گزارشاتی رو به سازمانهای دولتی میده، میره تو جلسات مثلا کلان شرکت میکنه، یک گزارشاتی رو به هیئت مدیره سایر سهامداران ارائه میکنه و به طور کلی حرف زننده یا سخنگوی یک سازمان حساب میشه در مراسمات و جلسات برون سازمانی. خب نقش های اینفورمیشنال اطلاعاتی که شامل این سه تا بود، خودش زمین ساز نقش های دیسیژنال یا تصمیم گیری هستش که 4 تا هستن. خب بالاخره اون شخص مدیر به خاطر اون جایگاهی که توش وجود داره باید از این اطلاعاتی که به دستش اومده استفاده بکنه تا یک تصمیم گیری رو اتخاذ بکنه و انجام بده. بالاخره مدیر یک سری اختیارات قانونی رو داره و باید توی یه شرایطی تصمیم گیری بکنه. خب اولین نقش از نقش‌های تصمیم گیری نقش اینترپرنر، کارآفرین یا سوداگر هم بهش میگن. مدیر توی این نقش دنبال بهبود عملکرد سازمانش هستش. دنبال این هستش که میگه محیط سازمان من دائما در حال تغییر و تحوله، ما باید خودمون رو با تغییر و تحولات محیطی وفق بدیم و حتی از یک سری ایده های جدیدی استفاده بکنیم برای بهتر شدن وضعیت سازمان، برای ارتقای بهره‌وری. این میشه نقش کارآفرین. نقش بعدی نقش مهار کننده آشوب یا آشوب زدا هم بهش میگن. ببینید توی نقش کارآفرین مدیر شروع کننده یه سری تغییرات داوطلبانه هستش، ولی توی این نقش مدیر میاد اتفاقا اون تعارضات، اون آشوب‌های سازمانی که ایجاد شده رو به دلیل اون جایگاهی که داره واکنش نشون میده و کنترل رو خونساشون میکنه. نقش بعدی نقش تخصیص دهنده منابع هستش. بالاخره یک سری منابعی چه مادی چه غیر مادی در اختیار مدیر گذاشته میشه. مدیر مسئول تصمیم گیری در خصوص در اختیار گذاشتن و تخصیص و توزیع این منابع به واحدهای سازمانی هستش که چه کسی، چه واحدی، چه مقدار، چه چیزی رو دریافت بکنه. و در آخرین نقش، نقش نگوتییتر، مذاکره کننده رو داریم. نقش مذاکره کننده نقش نهایی مدیر هستش. میگه مدیر باید با افراد مختلف مذاکره داشته باشه، رایزنی داشته باشه تا در نهایت بتونن یک تصمیمی در راستای اهداف سازمانی بگیرن. به این هم میگن نقش های مذاکره کننده. خب بریم که چند تا تست با هم حل بکنیم. صورت تست میگه که کدام مورد جز نقش های متقابل شخصی هستش. نقش رابط، نقش سخنگو، نقش تخصیص دهنده منابع و نقش مذاکره کننده. خب کاملا مشخص جواب گزینه الف هستش، نقش رابط. اگر بخوایم نقش های متقابل شخصی رو نام ببریم یا همون نقش های میان فردی یا ارتباطی، گفتیم شامل نقش های تشریفاتی، رهبر و رابط هستش. مثلا نقش سخنگو میاد توی نقش های اطلاعاتی قرار میگیره، نقش تخصیص دهنده منابع و نقش مذاکره کننده میره توی اون نقش های تصمیم گیری قرار میگیره. پس نقش های متقابل شخصی میشه شامل تشریفات، رهبر، رابط. نقش های اطلاعاتی میشه گیرنده، نشر دهنده و سخنگو. نقش های تصمیم گیری میشه کارآفرین، آشوب زدا، تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده. بریم تست بعدی. تست بعدی میگه که سوداگری، آشوب زدایی، تخصیص منابع و مذاکره اجزای تشکیل دهنده نقش های چیه مدیر هستن. بچه ها اصلا نکته تستی یادتون باشه، نقش های مدیران گفتیم 10 تاست. اون نقشی که 4 تا هستش، سوداگر، آشوب زدا، تخصیص منابع و مذاکره، میشه نقش های تصمیم گیری. جواب گزینه الف هستش. نقش های تصمیم گیری شامل سوداگری یا کارآفرینی، آشوب زدا یا مهار کننده آشوب، تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده هستش. نقش های اطلاعاتی 3 تا بود، شامل گیرنده، نشر دهنده و سخنگو. نقش های ارتباطی و متقابل شخصی هم گفتیم با هم یکی هستن که شامل تشریفاتی و رهبر و رابط بود. پس اگر 4 تا نقش به شما دادن الزاما میشه نقش های تصمیم گیری.